اما یه چیزی که توش خیلی تکون دهنده بود برام هفته گذشته، یه فیلمی پخش شده است به اسم فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه. من نمیدونم شما دیدی یا نه. من این فیلم رو سه بار مشغول دیدن شدم و هر سه بار در دقایق ششم هفتمش واقعا بغض نمیذاشت ادامه بدم. این فیلم خیلی چیز عجیبی است. یه فیلم مستندی است از یه پدری که چون خودش بوده است هوادار سازمان مجاهدین، دخترش هم تشویق کرده، او رفته و وقتی رفته دیگه او جدی شده، یعنی مونده اونجا و بعد این رفته به دیدن او و با او وارد. منظورتون اشرف هست؟ در اشرف. بله، رفته در اشرف. بنابراین تنها کسی است که تونسته بره توی اشرف. هم پسرش و هم دخترش اونجا بوده. این چون خودش اهل این نوع نگرش هست، تمام اینا رو فیلم گرفته. بله. فیلم تکون دهنده است، یعنی فیلمی است که جایی ساختنی نیست. یک کسی صحنه ارتباط خودش با دو تا بچه‌اش فیلم گرفته که اولی از پایگاه اشرف اومده بیرون در کاناداست، ولی دومی همچنان مونده اونجا و جزء جمعی است که به خانواده‌هاشون رو دفع می‌کنن. بله. و بنابراین این فیلم در حقیقت یک فیلم ناتمامی است که سرگذشت پدر است در ارتباط با ممکن خیلی افتاد. البته الان دیگه در پایگاه اشرف هم که نیستن، منتقل شدن به پایگاه. بله، حالا دیگه اصلا معلوم نیست کجا هستن، ولی به هر حال تا حالا این همه سال طرفین به هم دیگه حرفای زده بودن، اونها درباره جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی درباره اونها. خب خیلی فیلم ساخته شده بود و دیده بودیم و ادعاهای شده بود و اینا همه هست. بله. درگیری سیاسی است. اما تا حالا اینطوری تو داستان نرفته بود. انسانی داره به قضیه درست. ولی به نظرم این مستند کردنش، این که یک آدمی در کانادا گرفته نشسته، یعنی سال هاست که مهاجرت کرده اونجا و تمام، یعنی همون موقع هم که دخترش تو کانادا نشسته بوده اومده بهش گفته میخوام برم ببینم اونجا چه خبره، اینا هم فیلم گرفته، تو فروگاه هم فیلم گرفته. بعد که رفته به دیدن او، تنها کسی تونسته دوربینو ببره توی پایگاهش. به نظرم از جمله اون کارهایی است که به یادگار میمونه.